حاصل کدام عبارت از بقیه بزرگتر است خب ببین ها کن اینو خیلی اولا وقت میگیره این تست اما با یه خورده هوشمندی میتونی دو تا گزینه رو حذف کنی دقت کن بیا اینجا اولا منفی 5 ضرب در یک پنجم میشه منفی یک تو همه این گزینا خیلی راحت اینجا منفی یک رو قرار میدی این از این. بعد میدونیم اعداد منفی کوچیکترن اعداد مصبت ها بزرگتر اند یعنی هر چقدر علامت منفی داشته باشی تو عددت داره کوچیکتر میشه اینجا رو ناکن منفی در منفی میشه مثبت اینم که خودش منفیه اینجا منفی در مثبت میشه منفی خب و اتفاقی که میفته اینجا مثبت در منفی منفی و اینجا منفی در منفی مثبت خب حالا اینجا گزینه شماره دو و گزینه شماره سه نگاهش کن ببین چه اتفاقی داره میفته اینجا داری منفی یک منهای شیش به اضافه سه اینجا داری منفی یک اینجا بنویسم منفی یک منهای شیش منهای سه بین این دوتا نگاه کن چه اتفاقی افتاده این سه تا منفیه این آخریش مثبت شده طبیعتا این عدده کوچیکتره پس گزینه شماره دومون چی میشه حذف میشه حالا بریم سراغ بررسی دو تا گزینه دیگه اینجا رو نگاه کن این عبارت منفی یک به اضافه 6 به اضافه سه اینجا داری منفی یک به اضافه 6 منهای 3 به این دوتا نگاه کن منفی یک به اضافه 6 به اضافه منفی یک به اضافه 6 منهای سه. اینجا عین همه این دوتا عبارت آخریه منها شده آخریه به اضافه شده پس گزینه یک هم هم چرا؟ چون اومده اینجا یه منها قرار داده این همه پس این کوچیکتر از اینه یعنی دو به دو اومدم مقایسه کردم دو تا گزینه اولا حذف شد حالا میونه بین سه و چار. بین سه و چار یعنی اینه عبارت و ارزم به خدمتون که اینه عبارت ببینیم کدوم بزرگتر کدوم کوچیکتر منفیه که منعی 6 میشه منفی 7 به اضافه 3 میشه منفی 4 و اینجا بیان با رنگ خودش بنویسم منفیه که به اضافه 6 میشه مثبت 5 با 3 میشه 8 خب کدوم بزرگتره 8 یه منفی 4 8 طبیعتا جواب سعی ما میشه گذنه شماره 4 خواستم بهت بگم که به جایی که دونه دونه به دست بیاری یه خورده تحلیل کن علامت ها رو نگاه بکن میبینید گزینه ها شبیه همن دو تاشو حذف بکن بعدش برو سراغ دو تا گزینه نهایی و جواب درست رو به دست بیار